گفتم آلبوم طبیعتیه، بارانی هست، خواننده آسمانیه، شاعر بارانیه، صدا خورشیدیه. درسته. و اینکه تا خودشون اون ترانه ها رو دکلمه نکردن در رادیو تلویزیون ایران، من هرگز اسم ایشون رو نیاوردم. متعهد بودم به قولی که دادم، ولی خب یه خیلی زشت بود من بگم بارانی، ایشون بگه ترانه ها رو من گفتم دیگه. شد آقای سالعلا. و آقای سالعلا واقعا انسان دوست داشتنیه و هنرمند بی نظیریه. همسرشون خانم شورانگیز طباطبایی و پسرش باران که الان هم یه استودیوی فیلم سازی دارن، استودیو باران، ایشون نقش مهمی داشت در آشنا کردن من با زبان ترانه. چون این خیلی مهمه که یه خواننده بدونه چی میخونه. اون زبان ترانه رو، ترانه و شعر رو من از محمد سالعلا یاد گرفتم. در حقیقت من کشف محمد سالعلا هستم در ایران. من منزل یکی از دوستان، آقای اندیشه میرسپایی، پدرشون آقای اسدالله میرسپایی بودن، وکیل بانک شاه، یکی از بزرگترین وکلای ایران بودن. آقای سالعلا رو دیدم و دو خط براش خوندم. محمدم خیلی احساساتی بود، گریه کرد، این صدا به درد کار میخوره و حمایت کرد منو. و اون نامه‌ای که به سعید نوشینفر نوشت باعث آشنایی من با سعید نوشینفر شد و آلبوم صدای خورشید. بسیار خب، کار از اونجا شروع شد و رفتی جلو. آلبوم صدای خورشید اومد و ترانه خانومی خیلی موفق شد. یعنی یادم میاد یکی ترانه لیسانس خیلی نوروز 1372 ما از این ترانه برای اولین بار اینو ویدیوی نوروزی گرفتیم ازش. بله. ترانه لیسانس خیلی موفق شد در اون آلبوم و ترانه خانومی. یه ترانه دیگه هم بود، اون روزا که دل بود، گرامافونای بوغی، شعر عشقی و فروغی. این ترانه باعث شد که، چون ریتم شادی هم داشت، باعث شد که اسم منو همه بشناسن. ترانه خانومی رفت تو خونه مردم، ترانه لیسانس رفت تو خونه مردم، اما خانومی بود که بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. یه گروهی که نوع طرز فکرشون و علاقهشون به ترانه فرق می کرد، لیسانس رو دوست داشتن. موقعی که ما آلبوم صدای خورشید رو می‌خواستیم منتشر بکنیم، آقای نوشینفر از خانم لیلا فروهر، آقای ابی، آقای ستار، آقای شهریار قنبری دعوت کرد و چشمازر؟ آقای چشمازر، بله، دعوت کرد که بیان و در مورد من حرف صحبت بزنن، صحبت بکنن. و این چیزی نبود که من خودم بتونم این کار رو برای خودم به راحتی انجام بدم. این رابطه سعید نوشینفر با این دوستان بود که اینا رو دعوت کرد، صدای منو گذاشت و ازشون خواست که در مورد من حرف بزنن. صدای خورشید رو شهریار قنبری انتخاب کرد برای اسم آلبوم. میگفتش که مهرداد شبیه هیچ کس نمیخواند. این کلام شهریار قنبری بود. مهرداد میخواند که پر از نور شود، نه پر از خالتور. اینه نشته بودن؟ بله. و اسم صدای خورشید رو هم شهریار انتخاب کرد. اسم من مهرداد یعنی هدیه خورشید. و صدای منم میشه صدای خورشید. و حضور شهریار قنبری هم بسیار مهم بود در اون دوران برای من. شاید من آرزوم بود که شهریار قنبری رو نزدیک ببینم. تازه وارد جامعه هنری شده، ما نباید خجالت بکشیم امروز. هیچ اشکالی نداره که ما با واقعیت روبرو بشیم، حرفمون رو راحت بزنیم. معلوم بود که من آرزوم بود شهریار قنبری رو ببینم، ولی خب یه دفعه شهریار قنبری بیاد در مورد من حرف بزنه،
خیلی برای من مهم بود، خیلی برای من ارزش داشت و این کاری بود که سعید نوشینفر برای از هممون سوء استفاده میکرد. خوب به خاطر دارم، بخاطر یادم میادش مثلا تا یه چیزی میشد یادم میاد یه بار مثلا همین کار بود، گفت علی یه مطلب میخواستم بنویسی، یه مطلب بعد برای مطلب برای مرتاد بنویسی، بعد من یه مطلب نوشتم واسه مجله، خوب یادم هستش. آقای مانوک خدابخشیان هم یه مطلب نوشتن. بله خوب یادم. رپخان ایرانی. بله خوب یادم. اون موقع ایشون اون ترانه ها رو ترانه های رپ ایرانی میدونستن. و اینکه فرم ترانه ها فرق میکرد. مشتقی سلام علیکم، قربون دستات برم، واسه من سیگار آوردی. مشتقی کاری نکردم. این شعر مال کیه؟ سال علا. محمد سال علا. توی این کار ما یه سری سر صدا به راه افتاد، چون طوفان هم این آهنگ خوند. بله. و خب سعید اعتقاد داشت که این کار مال شماست و صاحب کارم مثلا سعید نوشینفره. چطور شد که این آهنگ رو ترانه هایی بایدن؟ که خب آقای طوفان حتما خدا رحمتشون بکنه با سال علا دوست بودن، با آقای سال علا دوست بودن، شاید مثلا محمد سال علا این ترانه رو براشون خونده یا براشون ارسال کرده، من نمیدونم، من تو ماجرا نبودم، اما واگذاری ترانه متعلق به من بود. یعنی من هر ترانه ای که از ما منتشر میشد من واگذاری های آقای سال علا رو میدادم به آقای نوشینفر و آقای نوشینفر منتقل میکرد به اون کمپانی که باش کار میکرد. پس ایشون که واگذاری نداشت، خدا رحمتشون بکنه آقای طوفان، واگذاری دست ما بود، پس حق با سعید نوشینفر بود. آقای سال علا میگه بنده نه پولی از آقای طوفان گرفتم نه اجازه خوندن بهشون دادم، ولی خب ایشون دوست قدیمی منن و این ترانه رو اجرا کردن. ما هم هیچی نگفتیم، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره که یک ترانه رو دو نفر بخونن با دو تا سبک مختلف بخونن. شما یه چی نگفتی ولی سعید نوشینفر گفت. خب حقش بود. ببین اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی بحث تجاری این کاره و یکی بحث هنریشه. از بابت مسئله هنریش اشکالی نداره که یک ترانه رو یک شاعر به دو نفر واگذار بکنه، دو نفر بخونن، بیش اشکالی نداره، ولی به شرطی که اون شاعر بگه به اون دو نفر این ترانه رو من به شما میدم، آقای طوفان هم قراره بخونه. ولی آقای سال علا به من میگفت اصلا یه همچین قراری نبوده و نه من دستمزدی دریافت کردم نه واگذاری، و ایشون واگذاری هم نداشت. واگذاری نه. پس اینجا بعد وقت تجاری حق با آقای نوشینفر. خب شما آهنگ‌های مختلفی رو به بازار دادید و از حمایت یک سری از هنرمندا صحبت کردی که در شروع کارتون اومدن درباره شما صحبت کردن. این هنرمندانی که درباره شما صحبت کردن و هنرمندان دیگه در رابطه با مهرداد رفتار چطور شد بعد از اومدن آلبوم صدای خورشید؟ رفتار خوبی بود. من با خانم فروهر کار کردم، براشون 4 تا 5 تا آهنگ ساختم بعدش. مثل روزگار روز روزشون ساختم. حتی یه ترانه‌ای بود که آقای میبودی نوشته بود، اگه بودی میشه گفتم رازمو بهت میگفتم، که قرار بود اینو من بدم خانم فروهر بخونه، اما دادیم به خانم نوشافری خوند. چرا؟ خب یادم دقیقا یادم نمیاد چرا، ولی دعوا شد بفرید؟ نه 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 اصلا، ما رابطه خوبی داشتیم ولی یادم نمیاد، حتما یه چیزی بوده، حتما یه اتفاقی بوده. پولو به موقع نفرستاده؟ نه انصافا پولو به موقع میداد. یعنی چه بود مشکل؟ نمیدونم، میگم یادم نیست به خدا، مال خیلی سال پیشه. شاید چون قشنگ یادم میاد که قرار بود لیلا بخونه. شاید بله، شاید اون موقع مثلا یه اتفاقی افتاده که من ترانه رو یادم نیست، اسم ترانه اصلا یادم نمیاد، ولی ترانه آقای میبودی بود. ولی این یکی خیلی گرفت، خیلی برای خانم نوشافرین این کار کرد. و بعد از کار با خانم فروهر من یه سری کار ساختم برای آقای فرخ ترک‌زاده، باز با آقای علیرضا میبودی، ترانه های آقای علیرضا میبودی. اونا هم خیلی خوب کار کرد. خیلی خوب کار کرد براش. یعنی من خب دوستان ما همه میدونن که
کمپانیا. چرا فرخ؟ چون پول میداد؟ یعنی پول خوبی پرداخت کرد؟ فرخ انسان خوبیه. من ایشون رو نمیشناختم. یه روز آقای نوشینفر گویا دستشون صدمه دیده بود یا یادم نیست چی بود که آقای فرخ ترکزاده میره توی ایشون رو میبره تو آفیس خودش، آفیس پزشکی داشتن. بله، کلینیک. بله. و خیلی لطف میکنه. یه ترانه ای آقای میبودی گفته بود، آقای نوشینفر از من خواست که من این ترانه رو آهنگش رو بسازم. آر خانم بود؟ چی بود؟ والا یادم نمیاد. گلی جون. گلی جون، آقای شهر آقای میبودی بود. و من اون ترانه رو از آقای ترکزاده پول نگرفتم. به خاطر محبتی که به آقای نوشینفر کرده بود تقدیم کردم بهشون. اما بعدش فکر می‌کنم 10 تا 12 تا پولم خوب میداد. واقعیت یه پول عمره به موقع میداد و خرج میکرد. کمپانی ها بابت هر آلبومی پول نمیدادن، شما اینو میدونی. گاهی پولم میگرفتن، ولی آلبومی که ما برای آقای ترکزاده کار کردیم 40,000 دلار اون موقع کمپانی ترانه به آقای فرخ ترکزاده پول داد. یعنی آلبوم خوبی بود. صد درصد. و براش هم کار که یه کنسرت هم تو رسیدا گذاشتن، یه کلابی کانچی کلاب. بله، 1,000 نفر. نمیدونم، من اون موقع اروپا بودم برنامه داشتم، واقعا خود آقای نوشینفر اونجا بودن، پر بود سالنشون. منم بودم. بله. و اینکه هم انسان خوبی بود. بله. و هم علاقه داشت به این کار و ما این کار رو با آقای فرخ ترکزاده انجام دادیم. ویدیوهاش هم سعید گرفت. ویدیوهاش هم سعید گرفت. یادم نیست من ویدیو. من یادم. ولی آقای کوجی گرفت ویدیو رو. نه، یکی دو تا ویدیو رو سعید گرفت. خوب یادمه. یعنی من میادم شمدونی و اینا. بله بله بله. پیشکسوت های من بودن. خانم فروهر پیشکسوت من بود، خانم نوشافرین پیشکسوت من بود، ولی ترانه ها کار میکرد، خوب کار میکرد. یک ترانه من برای منصور کار کردم، بی آغوش تو هم نامینه، که توی یه برنامه شما باش وایستادم کیبورد زدم تو کشتی. کشتی و منصور خیلی ترانه خوبی بوده و هنوزم من اون آهنگ رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم در براش کارهای بسیار زیبایی کردن. آلبوم ها، ویدیوهای شما یادم، ویدیوها فوق‌العاده بود. yes. ترانه ها فوق‌العاده بود و منصور خودش فوق‌العاده بود و منصور میتونست، مطمئنم موفقه، خیلی هم خوبه، ولی میتونست خیلی بهتر از این جایگاه ویژه تری داشته باشه. الان هم خیلی هم موفق، انتخابشو کرده و آنتون میگه اگر به اون سبک مونده بود. من فکر میکنم که علی جان بعد از یه مدت سوپرستارا جاهاشون با هم عوض میشه. موقعی که آقای عارف در ایران عارف بود، خب آقای داریوش به این شهرت و به این عظمت نبودن، ولی جایگاه های امروز عوض شده. کسوت آقای عارف سر جاش، احترام آقای عارف سر جاش، ولی جایگاه ها عوض شده، دستمزدها تغییر کرده کاملا. من فکر میکنم که اگر منصور اون روش رو ادامه میداد، خیلی به نظر من جایگاه ویژه تری پیدا میکرد. اما نه، این من حق دارم به این موضوع بپردازم، نه حتی حق دارم بهش اشاره کنم. الان اشاره کردم چون کار کردم باهاش، انتخابش بوده و من به انتخابش هم احترام میذارم و امیدوارم با بچه های گلش، با همسرش عشق کنه و موفق باشه. با خانم شهره سلطی کار کردم، فکر میکنم 12 تا یا 14 تا ترانه باش کار کردم. یه سریشو هنوز ضبط نکرده. جدا؟ بله. چرا؟ خب من استودیو نرم موقع لج کردم، استودیو نمیرفتم باش. چه کارهایی رو میتونیم از سولتی... یاد کنیم؟ پیغوم، برات پیغوم گذاشتم که هیچ کس تو دنیا قد تو دوست نداشتم. دریاب مرا ای از همه کس با من آوار خودی تر، ای خوب تر از خوب من و از همه بهتر. دریاب مرا، دریاب مرا، خیلی کار زیبایی بود. با آقای چشم‌آذر کار کردیم تنظیماشو، یا ترانه عطر. کارهای خوبی من برای خانم شهره کردم به واسطه
این کارا ما همکاری فوق‌العاده‌ای داشتیم با شهره. یعنی اولا شهره دوست داشتنی بود، خیلی شیرین بود. تور اروپا با هم رفتیم، تور آمریکا با هم رفتیم و من خاطرات بسیار خوبی با شهره سلطی دارم. لوتی بود، دختر با نمکی بود، هنوز هم هست، بسیار خونگرم. خونگرم از فعل ماضی استفاده نکنیم، هست. بله بله. و امیدوارم همیشه شهره موفق باشه در کارش و من به واسطه کار با شهره سلطی، با شهرام سلطی کار کرد. به دستام تکیه کن، پشتت به کوه، نترس از عاشقی، عشق با شکوه. ملودی زیبا، شعر زیبا، صدای شهرام سلطی. من فهم کنم شهرام سلطی هم از اون کسانیه که ترانه های سنگین به صداش خیلی میاد، ترانه های عاشقانه خیلی به صداش میاد. خب با شهرام شب‌پره کار کردم. چی؟ چرا خبر ندادی که میای شهر؟ چرا خبر ندادن آره دوندونم؟ چهار تا پنج تا کار با شهرام کردم. شهرام شب‌پره عزیز که اینها شما اشاره میکنی به اسما، ولی سبکا خیلی با هم متفاوته. خیلی. یعنی شما کار برای شهرام سلطی بسازی، بعد کار برای شهرام شب‌پره هم بسازی و شهرام شب‌پره بیاد بخونه کارو. شهرام شب‌پره کارو زیر و رو میکنه. شما به راحتی نمیتونی آهنگ بدی شهرام شب‌پره بخونه، چون خودش آهنگاشو ساخته، خودش شعر نوشته، ریتمشو خودش میشناسه. ولی خب با شهرام شب‌پره کارهای خوبی کردم، اون کارها رو من خیلی دوست دارم. با خانم ناهید کار کردم، با خانم سوزان روشن کار کردم، با آقای آرمان کار کردم، با آقای سامان کار کردم و مدام کار میکردم دیگه. بله یادمه. مدام در هر آلبوم شما باز میکردی اسم مهرداد آسمانی بود. صد درصد. و برای من موفقیت خوبی بود، من دوست داشتم، لذت میبردم از این موفقیت. یه آلبوم برای مرحوم خانم مهستی و آقای ستار کار کردم که تهیه کنندش آقای نوشینفر بود، ترانه ها رو آقای میبودی نوشته بود. اون آلبوم رو هم دوست دارم که یه دو صدایی اجرا کردن خانم مرحوم مهستی و آقای ستار، بوی خاک و بوی نون و بوی گند. دوران نوجوانی یا بچگی اینا رو تو تلویزیون میدیدم، تو تلویزیون رنگارنگ، شوهای رنگارنگ میدیدم. من کنسرت های زیادی با خانم مهستی اجرا کردم، خیلی هم دوستش داشتم، خیلی هم نازنین بود. کنسرت اروپا رفتم با ایشون، آمریکا باشون تور داشتم. بی آزار یعنی می اومد کارشو انجام میداد بدون آزار، بدون اذیت و میرفت. و تجربهش، تجربه اجرای روی صحنه‌اش خب به منم می آموخت. شما یادتون باشه ما در ایران روی صحنه نرفته بودیم هیچ وقت. درسته. صحنه اصلا هیچ ربطی به سواد موسیقی تو، نمیدونم چی کار، اصلا به این حرفا ربطی نداره. دلم تنگ شده واسه اینها. چی؟ دلم تنگ شده واسه اینها. داره. اینا بگی. داره. که چی؟ چند سال بود نشنیده بودم. چی رو؟ همیشه وقتی صحبت تمام شد در گذشته، وقتی با هم زیاد رفت آمد داشتیم، آخرش ها؟ ها؟ ما تجربه روی صحنه رو شما نمیتونی همینجوری به دست بیاری. ارتباطت با مردم، اینا چیزایی بود که من از اینو یاد گرفتم، در کنار ستار یاد گرفتم، در کنار مرحوم مهستی یاد گرفتم، در کنار شهره یاد گرفتم، یاد میگرفتم روی صحنه چی کار داره میکنه. این هیچ ربطی نداشت که من موسیقی بلدم، موسیقی بلد نیستم. هیچ اشکالی نداره که من امروز بگم من از اینو یاد گرفتم. چه اشکالی داره؟ نه خیلی خوبه، خیلی خوبه. من از اینا از این دوستان عزیزم خیلی چیزای زیادی یاد گرفتم روی صحنه. اوکی. این رابطه قشنگه و رابطه‌های قشنگی بوده بین شما و این هنرمندا. اما به خاطر دارم که به خاطر مهرداد و پیدایش مهرداد
هنرمندا جبهه گرفته بودن روبرو تو. بله. نه فقط روبرو تو، حتی روبرو سعید نوشینفر. بله. یعنی یادم میاد که اصلا به طرف گفتیم آقا میخوام بریم یه عکس بگیریم با سعید. نه آقا ولش کن. چرا؟ این برای اینکه با مرتاد کار میکنه. این داره هی مرتاد پوش میکنه. درسته، هی مرتاد پوش میکنه. خب مگه مرتاد چه ایراد داره؟ یا مشکل چیه؟ یه جبهه روبرو مرتاد بود. اون جبهه چی بود؟ چرا به وجود اومد؟ یه آب بخوریم بعد جواب بدیم. میتونیم اصلا نگه داری برنامه رو بریم واسه برنامه بقیه برنامه رو بندازیم برای هفته آینده. بریم هفته آینده.